رسیدم، فراتر از این که فکرشی میکردم بهش رسیدم. خواستن توانستن است. نگفتم انشاءالله. اهورامزدا در ذهن من بود، خداوند توانا قادر در ذهن من بوده و هست که به عنوان یک قدرتی که به من همیشه توان بده، انرژی بده، امید بده، سلحشوری بده، این اون بوده. ولی من خودم از جان پا شدم، من خودم رفتم انشاء اوستا، اگر خودم خواستم پیروزم. الان شما اکثرا تو خانهاتون خوابیدین میگین که ایران آزاد میشه، تو خانهاتون خوابیدین لم بدین پاپای تلویزیون ها و فلان اینا، که هر دفعه براتون تلویزیون تازه در میاره بعد میگه که اینا میبنده. سال آینده به شما بگم، سال آینده تحولات بزرگی در جهان پدید میاد، به ویژه در داخل ایران، و یه چیزایی نوعی اصلا که تو شما فکرش نمیکنی، خیلی از این چیزایی که میبینید میره، اصلا میره دیگه این دفعه. حالا امروز میخوام به یک نکته مهمی هم بپردازم، میخوام به یک نکته مهمی بپردازم، اون اینه که ما سرمونو بند نکنن، باز سرگرممون نکنن، دوباره نخودشی ها بفرستنمون باید دوباره بیان رو ما سوارشن. الان شما تا الان پیروز شدید مردم، برید جلو، برید جلو و از آیین اوستا، از آیین کهن 7700 ساله از تاریخ خودتون حرف بزنید، پشتیبانی کنید، تازیان رو دفن کنید، فکر و عقیده و اندیشه شما. اینا هر دفعه یه میان برای شما یک چیزای انحرافی میسازن که جیبتون رو خالی کنن، مخیتون رو خالی کنن، هم مخو خالی کنن هم. من یک مثال رو بارها گفتم، یعنی چند بار گفتم، چون زمان میگذره نسل جدید میاد پای این برنامه میشینه، باید دوباره بگم. اونی که این مثال خیلی مهمه، در فلسفه میگه که شما برای اینکه طرف موضوع رو خوب بفهمه حتما یک مثال بزن. مثال خیلی مهم و خیلی خوب. مثال ببینید، گوش کنید، ما در نوغان که تاپل محل زندگی میکردیم، بچه که بودیم، یه همسایه داشتیم، یه همسایمون دو تا پسر داشت، یکی از پسراش دبیر دبیرستان بود، خیلی کت شلوار کروات میزد میرفت فلان اینا، یکی دیگه شون اسمش بود محمد علی، به چای محل مشهدی ها به یکی اسم محمد علی باشه میگن مندلی، مندلی شنیدین؟ مندلی بیم گفتیم، خوشتیب بود و خوشفهر. ولی شبا ما تو حیات وقتی میخوابیدیم تو تابستون دیگه میدیدیم یکی درمج میپره خانه ها رو، تو از یه پر بر از یه پر بر یه پامو شده منشست و گادیم مندلی شبا میرفت از این دیوار با پشت بومینا تو حیات نام ولد اینا خواب دودن قالیچه هاش رو بلند میکرد، قالیچه بلند میکرد یا چیزی دیگه بلند میکرد. خلاصه وقتی مندلی میپرد چبا من فهمیدم که دو تا خونه میشه خالیشه. یکی دیگه از کارهای مندلی بود که این کار یکی رژیم میکنه، انگلیس میکنه، همه اینا میکنن، شما حواستان جمع بشه رو هم بدونید. مندلی همیشه این کار میکرد، تو یه کارش که کرد، من چون خودم شاهد بودم، ما هم جزو تیم بودیم باش رفتیم، شاهد بودم براتون این واقعیت چه تعریف میکنم. یه روز من گفت بچه ها میخوام بریم سینما، بریم همه تو سینما، ما گفتیم میریم سینما سهم خود من میدیم، چون ما بعد تو اقلیه هم دعوت میداد، تا ما خواستم اینطوریم داشتیم رفتیم بریم ارگ سینما، گفت بچه ها یک سری بریم تا کوسنگی، گفتیم او را دوره تا کوسنگی، گفت نه یک سری بریم کوسنگی، یک حالی بکنیم ورگردیم بریم سینما. ما هفتشتر نفر بودیم، شادم کمتر با مندلی، مندلی آرتیست محل بود، آرتیست محل بود، دوست آرتیست محل بود. ما رفتیم با مندلی، خود رسیدم اوایل خیابون کوسنگی توی فرعی هاش که میرفتیم، یه سری بچه بودن اینجا کوسنگی محله پولداره مشهد بود اون موقع، حالا نمیدونم اون موقع پولدارا نزدیک احمد آباد، یک سری بچه داشتن اونجا فوتبال بازی میکردن با یک توپای پلاستیکی، نه یه هایی دیدیم اونجا وایستاد و عکس دیجوری زد و همه بچه ها بیان اینجا، بچه ها بیان اینجا، آمدن هم این ساعتش نشون داد، گفت بچه این ساعت ما چطوره؟ همه گفتن آره چه ساعت خوبیه، وا کرد، گفت این ساعت هم مثلا داد دست یکی از بچه هایی که با ما بود، گفت این ساعت هم به یکی از شما ها، همه خوشحال شدن، گفتن باری کلا، گفت از اینجا تا آخر خیابون که کوسنگیه مرن ها میان
هر کی زودتر رفت و برگشت ساعت مالویه. همه خوشحال شدن و گفت به خط، همه به خط، ملت ایران به خط، ملت ایران به خط. هر روز صبح با یک خبری، با یک مزخرفی شما رو به خط میکنن، به نرگس بند میکنین، به اسقر بند میکنین، به حسین بند میکنین، به نقی بند میکنین، که سید علی رو، رئیسی رو، قالیباف رو، لاریجانی و کارستانیس رو، خبرگان رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام رو، ائمه جمعه های شهرهای خود رو از یاد ببرین، بدبخت ها و میبرین. اونها چی به طرف خالی میکنن که یک موقع دون آقای رو به خط، به چه به خط شدن. هر روز شما رو به خط میکنن، تا به خط شدن گفت مسود که ساتون حرکت میکنه، هر کسی دوید و رفت یا اومد تو سود بزنگ آه نشد. ببین چی جور گولتون رو میزنن، همین جور گولتون میزنن مردم، همین جور مثل مندلی گولتون میزنن. گفت نمیشه که اینجوری شما خیلی تو، یکیتون کفش کتونی پاشه، یکیش کفش ملی پاشه، یکی نه دمپایی پاتانه، همه هم قیمت ها بالا. به چه بالا شهر بودن کفششون هم گرون بود، مثل بقیه هم که یک کفش در سال میخریدن کفششون فلان بود، کفشوی با حال گرون. گفتم خب حالا چکار کنم؟ گفت ها همه تان کفشتون اون گوشه در بیارین، مثل تو مسجد بریزن اونجا کفشتو، همه تان پا برهنه بود بیارین، بعد وقت پا برهنت کردن رو میکنن، لختتون کردن رو میکنن، میخندید، خوشحالید که به این و اون فوش میدید که اونا شب تصمیم گرفتن تا اونا رو فراموش کنید. همه به صف شدن پا برهنه. گفت یک دو همه به چادو میدن، میدوانم شما رو 1400 سال بودو برو، 44 ساله بودو برو، چکار داریم یه آخوندهای دزد و فلان و جنایتکار تا همین الان بچه ها دارم میکشه، چکار داریم تو به اینا؟ تو به بی آقاها بی خانم بند کن، بی خانم بند کن، جایزه نوبل گرفتی، چرا جایزه نوبل گرفتی؟ باید بی بند کن، آبرو رژیم رفته، بند کنیم بی این، با اون بند کنیم، بد وقتا. میگو بچه هم که دویدن میدونستن مندلی چی تو خرشون کرد، ما خرمون دارن میکنن 1400 ساله، روشن شیم. بچه ها دویدن به وسط های خیابون که رسیدن 300-400 متری از دور شدن، یک بولیز داشت، بولیز این بولیز در آورد تهش گره زد، این کفش ها اینا همه ریخی تو، دو سه تا کفش که به درد نمیخورد انداخت کنار، بقیه کفش ها ریخی تو، بقیه هم تیشرتش ای تو کرد و انداخت رو کل پشت بشه به چا برم. به چا برم کجا رفت؟ یاد تا نیست شما اون موقع خیامون تبرسی مشهد یک محل دیردش برم چارشن بازار، شما جنس های دست دوم تو میرفت اونجا چارشن بازار میفروخت. الان هم حتما یه جایی هست که تلفن های دزدی و فلان اینا میدوزدن میبونن رو میفروشن. اون موقع مثلا ضبط ماشین ما رو که بلند کرده بودن رفته در اونجا بفروشن، و جاوید جان رفت گرفت کتکشون هم زد، یک جاوید میشه دیم آقا ضبط صوت ما رو گرفت آورد مثلا. حالا یهو رفت چارشن بازار، این کفش ها رو بیگر اونجا بود باش رفیق هم بود اصلا، رخ جلوش رو بگم شما دینا رو نگاه کرد در بود پیاد یکم بی پول دادی هم گذاشت دیرش حال گفت بچه ها بریم سینما. حالا تفلی ما برد سینما بچه ها برای خودش که نبرای هم شما اینجوری سرتون رو بند میکنن سینما هم نمیپرنتون که هیچ جیبتون هم خالی میکنن، یعنی جیب خودتون هم خالی میکنه. اینا رو به چه میشه دیگه که تو قدرتن؟ میدونی که الان میشه دیگه تو قدرتن؟ چه دیگه آدم های خوبی هن مثل همه ملت ایران، ولی الان هر ستا قدرت دست میشه دیگه از قالیباف مشهدی، رئیسی مشهدی، مویم مشهدی، خامنه‌ای هم مشهدی. مشهد انسان های بزرگوار داره، فکر نکنی که میگم مشهدی ها چه هستن، نه ولی خلاصه مندلی مشهدی بود، این ستا مشهدی هم، ملت ایران هم مشهدیه، به صفه شما به صفی میدونن شما رو، سینما هم نمیبرن تون، آرتیست ها تنم میزنن میکشن، بدبخت. یه مش تازی، یه مش تازی
بیگانه با سرزمین و میهن من جوک در میاره. یه آخونده ای رو گفت، آخونده ای رو گفت، یه آخونده ببین چی میگه. به جون تو میخندی اینقدر که چی تو رو جون عمتی برای همه بفرست. بفرست هر روز میذارم تو سری کار با این چیزا. باید این چیزایی رو که ما به شما میگیم پخش کنید. میترسین؟ تو خود ایران که الان دارید میبینید چگونه دارن ترتیب همه رو میدن. خب حالا شما اکثری که میای این نشخوارهای وزارت اطلاعاتی که شب میشینه برنامه‌ریزی میکنه که امروز سرتون رو با چی بند کنه، امروز جریان دارجوش مهرجویی الان همه دامن سوی زده کشته، باید گلپا رو از بین ببرن، هنجر طلایی رو باید ببرنش. دو ماه قبل من به شما خبر میدم، دو ماه قبل میخونم. مانتالیست میدونین هم چی؟ یعنی ذهن خانها شون اینا این چیزا الان علم یک سری موالد در جهان قیب گویی که میگن یه رو آخوند رمال پدر سخته شارلاتان تار مانتالیست. تو وقتی که مندلیا رو بشناسی، آخوند رو وقتی بشناسی، روحانیت که بشناسی، میدونی الان کی درست ضرب فنی میشه با این قضیه. این به فکر اینه که یه کاری میکنه که یه خبر تازه بیا برینه تو اون خبر از بین بره، میلیارد ها دلار پولای شما رو بدزده. این میلیارد ها دلار رو که دزدیده، تونل زده چندین هزار کیلومتر. میدونی تونل ها رو از کجا زدن؟ نمیدونی؟ نمیدونی تونل ها رو از کجا زدن؟ میگم بهت، میگم بهت، تونل رو از ایران زدن تا عراق رفتن تا سوریه رفتن. چی شد؟ از ایران، عراق، سوریه و لبنان و غزه. تونلاشون اینجوریه، یعنی یک علم و تکنولوژی تونلی در آوردن. خب خود اینا زدن، این کارگره چی کنم کنن؟ اون مهندساش کجا تربیت شدن؟ مهندسه ای که اینا رو مهندسی کردن، خارجی هر کنه برای اینکه زور بفهمن چی اگه برن چشم هست نمیدن تونلایی که زدن که الان زیره خود یه تروریسته تو اونجا هست و زیره تو خود ایران موشک ها زیر زمینه تونله همه به هم رادره سیستمیه. این تونلا فراتر از این مترویه که در اروپا است، که در خود در فرانسه است، در خود تهران هم مترو زدن، جای دیگه ما بزنن. این علمی که هست که مترو صد و خورده سالی تو فرانسه ساخته شده، تهران هم مترو ساخته شد، پسر رفسنجانی رئیسش بود و فائزه شون که دیدید دیگه، دیدید کارمندان فائزه تو زن که توقیف شد، شما نمیدونین کجا کار میکنن و کجاها هستن. حالا این که از تونلای اینا و ذکاوتی که غرب داشته بود در اختیار اینا گذاشته، غرب هم همه چیزش الان برای پوله. قبلم برای پول بود. یکی از علل اصلی برای اینکه شاه عزیز ما رو سرنگون کردن، اون اقتدار رو، اون قدرت رو از بین بردن، اون رفاهی که تو ایران داشت ساخته میشد برای همه از بین بردن، فقط پول. ایران به دنیا پول داده بود، طلبکار دنیا بود، میلیارد ها دلار پول سرمون گذاری کرده بود تو خارج از کشور. اینا چون از اول خودشون میگن، میگن آقا این نفت میخوای بازه، ما امکانات داریم، تونل میخوای، مترو میخوای، اینا 20% مال ما. ترامپ آمد علنا گفت، 40 سال پیش ویدیوش هست من پخش کردم، ترامپ علنا گفت، گفت سعودی ها چرا 20% ما نمیدن؟ باید 20% ما پول بده، ما ازشون پشت رو کنیم نفت صدر رو کنم، همین چی باید بدی، اگه ندی ترتیب تو میدن. محمد رضا شاه به اینا حق حساب که نمیداد، سرمایه گذاری میکرد.